روزهای بی نهایت عزیزم، بعد از عرض سلام شفیع عیار استم. توجه شما را به برنامه 299 خود که مصادف به هفته سوم ماه آگست سال 2016 میلادی است صمیمانه جلب میکنم. این برنامه خود ما با مقطعی از یک آهنگ زیبا از دو تازه جوان وطن عزیز خود شروع میکنم. می 3-4 روز پیش در فیسبوک یک فکایی خواندم. ای فکر میکنم در سایت آشپزخانه که از خانم احمدی است در اون جمعی را خواندم. ای فکایی بسیار جالب است. در اون فکایی نوشته بود که یک آقا میگه که من نمیفهم که ای چی رقم است. در خانه اون روز تیر میشدم، پیاله چای ماندگی بود، فکرم نشد، پایم خورد، پیاله چای چپه شد. پدرم برم گفت که او بچه کور استی؟ نمیبینی پیاله چایه؟ باز میگه یک روز دیگه پدرم تیر میشد، پیاله چایه موجه بود، پاش خورد، پیاله چای چپه شد و گفت که کدام لوده ای را در ایجا مانده؟ ای واقعا اگه ای را بتانین که در فکرتان مثل یک مقطعی از یک مووی جور کنین بسیار خنده آور است. اومده ای بسیار خنده کردم، اما در این زمان واقعا بسیار مده این متاثر شدم و من فکر کردم که امی فکایی ما هستیم، امی فکایی مردم ما است، امی فکایی رهبرای ماست، امی فکایی کشور ماست. هیچ کدام ما وقتی که پای خود ما در پیاله میخوره به خود یپه نمیزنیم که کورستی مگر؟ به عوض که به خود بگویم کورستی مگر، با اون نفرهای دیگه میگیم ایره کدام لوده ایجا مانده بود. اما اگه پای یک کس دیگه خورد با زور نمیگیم که ایره کدام لوده مانده بود، اما نفره میگیم که کور استی مگر. یعنی مردم هم میخواییم که توجه کنه به یک مسئله که پایش تا پیاله چای نخوره، اما از خود ما اگه خورد گناه یک آدم دیگه است. و والا نمی ما را بسیار خوب تشریح میکنه، امی طرز برخورد ما را. دیمی افغانستان که ما بودم از امی معلم ها اکتیادشان که آدم میایه، امی برخورد مردم و بخصوص سالایی که جنگ شروع شد و بخصوص این مرض به سرطان تبدیل شده، امروز هیچ کس خود ملامت نمیکنه به خاطر هیچ کار بد خود، اما دیگرها را تو یک ملامت معقول و منطقی میکنه که اگه او یک پیاله چای چپه کده خرابی کل افغانستان هم در سر از اون میتانه ثبوت کنه، اما اگه خودش افغانستان هم خراب کده به اندازه چپشدن یک پیاله چای ثبوت نمیتانیم. واقعا امیر از شما سرش فکر کنین، خود ببینین اعضای فامیل خود، رفیقا و دوستای خود، عذاب را که با اینا رابطه داشتین و امی 40 سال آخره خواه ادقل محمد تو فکر میکنم. ولی به هر حال ما امروز سر حزب جمعیت گپ میزنم، سر یک کنگره از این حزب که در امی روزا فکر میکنم میخواین دایر شوه. این برنامه را باید بسیار به دقت ببینین، شاید اوقدر جالبه که دیگه برنامه میتانه باشه نباشه، اما از نقطه نظر سیاسی در امی اوضاعی که وطن ما قرار داره این بسیار یک برنامه مهم است و مهم میباشه. پیش از این که ما در سر از اوگه بزنم، یک کلپ بسیار خرد میمانم در این چگونگی شهادت قهرمان ملی کشور ما احمد شاه مسعود بزرگ دوباره سازی کردن و یک فیلم تبدیل کردن. کوتا ببینین. Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله. چطوره؟ طيب؟ خلاص شوف. ببین چیزی نباشد از جیبشون. پاسپورت، پاسپورت، پاسپورت. كله تمام. كله تمام. پاسپورت تمام يا شيخ. خليلي. خلا ما عربو آمدن مسعود و قماندان مسعود سایل دارن. عربو آمدن. مسعود جان، خبرنگارا اینجا هستن. اینم پاسپورتشان. الله انا چرا با پاسپورتی بلژین آمدم؟ این فکر کردم انا از مراکش هستم. میگن برای اخبار بلژین کار میکنم. انا را وکیل بیری؟ محمودی به دقت میگردنش. برایشم یک ساعت وقت میدهیم. خلاص؟ خلاص. تفضل يا شيخ، تفضل يا شيخ، خليني قدامك. حياك الله. أبو صغير. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. كيفك يا أسد؟ الحمد لله. أسد أفغانستان. بارك الله فيك ووفيك بارك. بارك الله فيك. شكرا على الساعة. الكاميرامان بتاعي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. تو محمودي اینجا بعد از انت شكلك مشاور مش صحافي. والله يا كوماندر انا وانا صغير كنت مصارع، دلوقتي انا شغال في مؤسسة شيخ الاسلام ابن تيمية في لندن، وبنروح هدي لقدام شوي، بنروح الى الدول الاسلامية ونشوف الغلابة ونصور معاهم وبعدين الكيبورد نشوف ناس تساعدهم. طب اسألني السؤال بتاع لو سمحت. سيادتك دايما تقول ان أسامة بن لادن انه مجرم وقتل قتلة والمفروض يطلع من أفغانستان، وبعد كده لما احنا كنا نحارب جنبك أدام العدو السوفيتي ما كنت تقول اخرجوا يا عرب. تذكر قول الله تعالى إن لله وإنا إليه راجعون. شبکه های جاسوسی در قسمت کشتن هموطنهای مهم ما بسیار دقیق بودن. ما کمتر قهرمانهای خود شناختیم. به این معنی نیست که ما بگویم که احمد شاه مسعود ما به حیث قهرمان نشناختیم. یک یاد ما شناختیم، اما به او رقمه که بود نشناختیم. اما شبکه های جاسوسی خوب صحیح می فهمیدن کیها در افغانستان میتونه مقاومت ایجاد کنه در مقابلشان و اونا را یکی یکی از بین می بردن. ما فکر میکنم در سطح کسایی که بسیار مطرح بودن، ای تو خو
ده ها هزار هموطن ما را اینا کشتن. اما کسایی را که بسیار مهم بوده کشتن، یکیش احمد شاه مسعود بود، دیگهش آقای مزاری بود و دیگهش آقای برهان الدین ربانی بود. و شما فکر نکنین که تصادفاً اتفاق شده، مثلا تصادفاً گلبدینش کشته نمیشه، اما تصادفاً آقای مزاری کشته شده. ما آقای مزاری رو مانده بودم که چرا کشته شد، چی کشته اش تشریح کرده بودم اینی. اما در رابطه با مسئله موضع حزب وحدت، ما مکرر اعلان کردیم که در افغانستان جنگ را راه حل نمیدانیم و این را در عمومی اعلان کردیم، بلکه تفاهم و پذیرش هم دیگر را ما راه حل میدانیم و این را اعلان کردیم که هر روز افغانی ها خودش در داخل تصمیم بگیره میتونه مشکل خود حل بکنه و هیچ جای در خارج امکان حل شدنش نیست. مزاری با پاکستانیا گفته بود که مشکل وطن ما در درون وطن ما حل میشه. وقتی که پاکستانیا فهمید که ایره خریده نمیتانیم، در مقابل مسعود استفاده نمیتانیم و اگر ای بره با مسعود یک جای شوه و همین مشکلات را که ما خلق کردیم ای رفع شوه، مسعود و مزاری بره ما در افغانستان کلانترین مشکل خلق میکنه، بنان کشتنش. ولا باور کنین در کشتنش خوبترین نفرهای خودش صداش. اما تر مسعود اینا میفهمیدن که با بودن مسعود در افغانستان نمیتونیم این جنگ ببریم و کشتنش و به خدا در کشتنش کسایی را از نزدیکایش استفاده کردن. ایره در جریان انتخابات هم مطرح شد، در او وقت ما در سر از این نمیخواستیم گبدیم، جریان انتخابات بود و ما نمیخواستیم که اموطنهای خودم مخشوش بسازیم. اما در قتل مسعود کسای از درون حزب جمعیت و از شورای نظار صداشتن و به احتمال زیاد اونمو کسای از شورای نظار که در خارج زیاد رابطه داشتن، رفت آمد داشتن، در میری رفت آمدها یا سر میخورن با شبکای جاسوسی استخدام میشن برای ازی که معلومات درونی داشته باشن و مسعود به شهادت رسانده میشه. بزرگترین چیزی که باعث شهادت مسعود شد ای بود که بعد از سقوط شوروی پلان همی بود که باید به طرف تاجیکستان و ازبکستان جنگ کشانده شد و تا خود مسکو. اما مسعود در تاجیکستان مخالفین حکومت که اکثرش به نام اسلام جنگ میکرد با رئیس جمهور تاجکستان یک جای ساخت. اینا را برهان الدین ربانی و مسعود یک جای شیشتم رایشان طرف مقابل، دو طرفه که با هم مقابل بود یک جایشان بینشان صلح کرد و فهمان که وطنتان تک تک میشه. ای بر پاکستان و عربستان و شبکای جاسوسی که میخواستن تا مسکوی جنگ برده شه بسیار سخت تمام شد. بنابراین تصمیم گرفته شده بود که مسعود برداشته شود. ولی برهان الدین ربانی را چرا کشتن؟ به عین دلیل در امو وقتی که برهان الدین ربانی شهید شد، مردم ها آواز انداخت، مخالفین موافقین گفتن آقای برهان الدین از این خاطر کشتن که پاکستان میترسید که طالبا و حکومت آشتی پرده. ما در اون وقت گفتم، در برنامه ایم گفتم آقای برهان الدین ربانی طالبا را به حکومت آشتی انداختن نمیتونست به خاطر که طالبان نوکر آیسایه، تا که آیسای نگویه و به هیچ وجه هیچ کار دیگه نمیکنن. بنا نه تنها که آقای برهان الدین بلکه هیچ کس طالبا را آشتی انداختن نمیتونست چون پاکستان نمیماند. اما به خاطر برهان الدین ربانی را کشتن که رهبر جمعیت پس شد، به خصوص از بدخشان رهبر و زعیمش پس شد. به این ترتیب از دهنه یا از کلکینچه شمال شرق کشور ما پاکستان رخ نکنه و یک تعداد دوزاره به نام طالب درو کردن. از خود مردم بدخشان امروز امو بدخشانه که در حضور آقای برهان الدین به هیچ وجه نمیتونست به طالبا بپیونده و نپیوسته بود، امروز طالبا در اوج دست دراز دارن.
از اینی دلیل بود که برهان الدین ربانی را کشتن. با همین ترتیب یکی از رهبرای دیگه را کشتن که اگر شما سعی کنین اکثریت از یا باز از مردم تاجک و اکثرش ازمی حزب جمعیت هست، مثل جنرال داوود، مثل کاظمی و همین ترتیب یکی از دیگره. این حال کنگره حزب جمعیت هست. اینا یک اجتماع خاصه می داشته باشن در امی روزها یا در امی هفته ها، که البته برای ما معلوم نیست که کدام روز و مهم هم نیست کدام روز، اما ما یک تبصره عمومی می کنم با امید از این که ما تاجک ها خود در رابطه با حزب جمعیت ببینیم که ما با یا چی رقم رابطه داریم، با وجود که حزب جمعیت یک حزب فراملیتی بود، اما پاکستان تلاش زیاد کرد که قمندان های جمعیت که غیر تاجک بود یعنی پشتون بود اینا را از این جدا بسازه، بخصوص در اون وقت که طالب آمدن امی قمندان های جمعیت که پشتون بود اینا اتحادشان خریدن و در مقابل مسعود استفاده کردن، از جلال آباد و لغمان گرفته تا سروبی و تا کابل. اتحاد از این قمندان ها در سمت شمال اما با مسعود یک جای ماندن که ایره ما شما به هیچ وجه نادیده گرفته نمیتانیم و ایره باید بسیار سپاس بکنیم. اما حزب جمعیت یک حزب است که اساسش، ستون فقراتش از مردم تاجک است. ما تاجک ها اصلا یک خوبی داریم که او به خرابی ما تبدیل شده. ما به یک مرحله تاریخی مترقی تر رابطه داریم. به طور مثال هموطن های پشتون ما با مقایسه تاجک ها به یک مرحله عقب مانده تر تاریخ رابطه دارن. مثلا هموطن های پشتون ما به لوی جرگه باور دارن، به این مانا که اینا هنوز هم فکر میکنن که اموریش سفیدا هرچی که گفتم او، یعنی در یک مملکت که انتخابات شده، در یک مملکت که پارلمان داره، در یک مملکتی که قوای مقننه و قوای قضایی و عسکر و پلیس داره، حکومت داره و دولت داره، در ایجه دیگه لویه جرگه از بین میره. لویه جرگه که اصلا وطنهای پشتون ما فکر میکنه که از ماست، داز مونگنه نده، یه با پشتون ها یا به هیچ کدام ما رابطه نداره. انسان ها در یک مرحله عقب مانده تر تاریخ اینا به یک منطقه زیادتر رابطه داشتن. در اون منطقه هم که حکومت نبود اینا باید همون مسائل خود، همون مشکل خود خودشان حل میکردن، از جمله مشکل قضایی ره. یک آقای دیگر کشته بود، یک چند نفر کلان میشیش میگفت دخترت یا خوار از ایره بتین بر از این نفر دیگر با بیادرش اینا قم پیسه بتین، اینا کمی مشکل خلاص شد. همون کار میکردن. یک آدم زمین یک آدم گرفته بود، یک جرگه میشد میگفتن زمین از ایره پس بته یا اینی رقمی کو. اینمی که یک چند نفر میشینه مشوره میکنه و در اون وقت کلانا یکمه که ارزش داشتن، اینمو کلانا میشیش یک تصمیم میگرفت ایره جرگه میگفت. اگر مثلا یک کار کلانتر میشد که در اون اتحاد زیاد مردم اسم میگرفت او را لوی جرگه میگفت. جرگه خودش به احتمال اغلب که یک کلمه از مغول ها است. هموطن های پشتون ما اگرچه که مغول ها و تعال حتی ازاره را بسیار بد میبینن، ولی به فرهنگ مغولی زیادتر ملبس هستند. به طور مثال اتن، امی اتن که هموطن های پشتون ما به نام اتن ملی گرفته، امی یک رقص مغولی است که در زمانی که یا می آمدن یک جای حمله میکردن پیروز میشدن، بازه ایجا از کرای از یا این همون یک رقص میکردن. اینه سعی کنین اینمی اتن مغولی است، ولی این تنها با مغول ها هم رابطه نداره. در مناطق طالقان چین، در مناطق شمال افغانستان، در اینمی مناطق همی رقص اصلا وجود داشته
و امی باعث شده که به طرف افغانستان کشانده شه و ایره ما به ده ها نمونه میتانم بانم و از جمله می ازارای ما زیاتر امیتن به ازاره های ما زیاتر مربوطه نسبت به ای که به هموطنهای ما و ای کدام عیب نداره که هموطنهای پشتون ما گرفتن اتن که یتن ملیست منتها با می شدت و تعصبی که ره سر مردم تعمیل میکنن اینمی خودش قومگرایی را نشان میده که اینمی با یک دوره عقب مانده تر تاریخ رابطه داره که انسان ها با مو چیزای خود اقدر علاقه و ارزش می داشته باشه دا زمونگ شمله ده لنگی ده دا زمونگ اتن ده دا زمونگ ده بابا وطن ده دا زمونگ خرخه ده دا زمونگ دست دا زمونگ ده و امی که خود اکثریت فکر میکنن اگر ده نفر هم باشی وقتی که خود بسیار دوست داشته باشی امی ده نفرت فکر میکنی از کل که ده زیادتر هسته و زیاد علیم و عزی هستم و عزی هستم اینمی خود بلند بینی ها در امو دوره های عقب مانده تر بسیار زیاد هستن مثلا در امریکا بیاین اینمو تو یک چیز نمیبینین چون پیشرفته است یعنی اونمو دوره عقب مانده تر تاریخ اینمی افتخارات واهی را داشته مثلا شما سعی کنین امروز هموطنهای پشتون ما وزارت قبایل اقوام و قبایل داره در هیچ مملکت دنیا دیگه ای وجود نداره با اسنای اگر باشام در کدام مملکت به اندازه پشتونستان عقب مانده شاید باشه در جای دیگه وجود نداره اما هموطنهای پشتون ما به امی بسیار وابسته هستند امی پشتون ولی که میگینه این امی به یک دوره عقب مانده تاریخ رابطه داره ما تاجیکا امی را نداریم متاسفانه و خوشبختانه خوشبختانه برای چی؟ به خاطر از اینکه ما از این مرحله عبور کردیم کلانهای ما نگفتم مثلا خوشحال خطک ما در کتاب پشتو در مکتب میخواندم که خوشحال خطک وصیت کرده بود که بعد از مرگم به پشتو نشسته بود که مرا در یک جای بلند دفن کنین که خاک سم اسب مغل در سر قبرم نشینه خواهی در او وقت شاید صحیح بوده باشه اما امروز او یک نفرت با خود پیش میبره و اتا یک پشتونه که او را میخانه بسیار قارش می شاید احتمالاً ازاره را بسیار بد ببینه فکر کنه که همیان مغالا هستن اینال شما در یک شاعر در یک نویسنده تاجک اینمه تو یک چیز پیدا نمیکنین که در مقابل مغال در مقابل عرب یعنی همی تاجم در مقابل کل ما صورت گرفته کلانای ما می را بارا گفتیم مثلا 700-800 سال پیش نوشته کده که بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک جوهرن اینی طرز تفکر را برای ما خلق کرده برای ما تاجک ها و هر کسی که به لسان فارسی تعلق داشته اما تنهای پشتون ما اینمی ز خوشحال کم زور نیم مچم چطور اینمی شکل زورگویی در امی فرهنگ روش کرده و تا امروز ای به یک مشکل در مملکت ما تبدیل شده و ای قار شما نه هموطنهای زم پشتونهای گلم من منظورم نیست که خدا ناکده شما را پشت سر تیله کنم اما امی مشکلی که در وطن داریم ای را تا زمانه که نفهمیم که چی مشکل داریم ای را ما حل کده نمیتانیم ما به این مانا نیست که هموطنهای پشتون ما کلش هم بطره امیال یک یاد هموطنهای پشتونم هست که از ما کده صد دفعه بهتر فکر میکنن کالوبی های که او بیدر ما از تو کده صد دفعه بهتر فکر میکنم کل گیرم و برادر خود میبینم ما منظورم اونا نیست ما به شکل عمومی گپ میزنم و ما مثالا در ایجا دادیم که از استاد پانتون تا جنرال تا او که میگه که دیگه مردم ارامی میگه و از سون دریای آمو میگه و از اینا اینمی طرز تفکر ریشه دوانده در اقتیاد زیاد هموطنهای پشتون ما اینال تاجک اینمی طرز تفکر نداره ما از این مرحله تیر شدیم ما کل گیره میگیم برادر ما یک برادر هستیم و یک کمبود با ما به وجود آورده به خاطر اگر تو در یک جایی که اکثریت مردم متفکر میکنه از اقوام و قبایل مختلف ای باعث پیشرفت کل میشه اما اگر در یک جایی که کل شمشیر گرفته یا اقتیاد زیاد به نام پشتونوله و تو میخوای که حقوقت پامال کنه و تو میگی که بنی آدم اعضای یک دیگرند و چطور شنان تو در اینجا نمیتونی سروایو کنی نمیتونی زنده بمانی تمام چیزت از دستت میره بنان امی پیشرفت و ترقی امی که ما در یک مرحله پیشرفته تر تاریخی قرار داریم از نقطه نظر فرهنگی پیشرفته تر هستیم ای به یک نقص تبدیل شده ای
امی امکان زنده ماندن فرهنگ و تاریخ و لسان و تمام عنعنه ما را در معرض نابودی قرار داده. و ای گپ رابطه داره با امی کنگره حزب جمعیت که اکثریت از یا تاجکه. حزب جمعیت اولین چیز را که در این کنگره خود مد نظر باید بگیرن و واضح را مطرح کنن امی مسئله است که ما منعیس یک تاجک که با همه برادر هستیم چطور کنیم که ادخل از خودم دفاع کرده بتانیم، از حقوق خود دفاع کنیم، و چطور ما تاجک ها در پالوی کسای استاد شیم اول که حقوق از یا تلف شده، برادر ازاره ما، برادر ازبک ما، و هیچ ما ضرور است که دست هموطنهای دیگه خود که ایماق و ترکمن و هر کس دیگه که در هیچ است دست از یا را بگیریم. و چطور ما کل ما با هموطن پشتون ما که اینا با ما خود در یک اندازه و در یک صف میبینن و دشمن پاکستانه، چطور ما کل ما دست از یا را بگیریم تا که بتانیم یک مجموعه واحد به وجود بیاریم؟ ما ای را نمیتانیم تا زمانی که ما دست خود اول به عیس تاجک نگیریم، بعد از او دست کسایی را که زیر فشار است مثل هزاره و ازبک نگیریم، بعد از او دست هموطن پشتون خود که مقابل پاکستان است نگیریم. اینی جاست که ما یک واحد کل منطقی به وجود میاریم. این یک چیز بسیار مهمه. اگر شما در حزب جمعیت این را مد نظر نگیرین، بفهمین که وضع ما از این که بدتر میشه. امی 15 سال گذشته سعی کنین که امی آقای کرزی، امی آقای اشرف غنی با مو اساس پشتونولی یکی کل شما را از شوکی پس کرد و توطئه کردن برای کشتن یک تعداد دیگه تان. ولی ما نه بنی آدم اعضای یک دیگر، بنی آدم نمیتانه اعضای یک دیگر در جای باشه که یک قسمت از این بنی آدم شمشیر گرفته باشه به نام پشتونولی و با پاکستان یک جای شده باشه و اسلام را در کجراه برده باشه برای کشتن دیگر های حصه بگیرن. اینال پاکستان چی میخواید از حزب جمعیت؟ چرا یا میفهمن که یک بخش عمده مقاومت سیاسی مردم تاجک تبلور یافته در وجود حزب جمعیت؟ بنان پاکستان چی میخواید در این زمانی که کنگره حزب جمعیت و جمعیتی ها میخواین که خود سر و روی ببخشن، باره خود یک جای کنن، به خاطر که حزب جمعیت یک حزب پراگنده است میاله. بعد از کشته شدن احمد شاه مسعود و بعد از کشته شدن برهان الدین ربانی، عملا حزب جمعیت به حیث یک حزب قوی نیست، به حیث توطئه‌ها قابلیت از این داره که دوباره یک جای شوه، یک حزب قوی شوه. این حزب جمعیت میتونه که این امروز وطن ما را نجات بده، اما اگر اینا بفهمن که چی میکنن، برای از اینکه یا بفهمن که چی میکنن، باید بفهمن اول که چرا مسعود کشته شد، چرا مزاری کشته شد و چرا برهان الدین ربانی کشته شد. اینا رو به خاطر از اینکه حزب جمعیت پیروز شود و بتانه که در خط اول به حیث یک حزب قوی استاد شد، باید اینمی توته های خوده با هم یک جای کنه، اینمی حلقه های جدا مانده خوده. چطور میتونن اینا ای را یک جای کنن؟ به اساس یک منفعت عمومی. حزب جمعیت باید بفهمه که منفعت عمومی ما چی است، هدف عمومی ما چی است، هدفی که ما دور از او جمع شیم. این هدف او هدف دوره که احمد شاه مسعود و برهان الدین و اینا یک جای شدن در زمان تجاوز شوروی دیگه او هدف نیست. او یک هدف مهم بود، اینا را به هم ساخت و کمک‌های خارجی بر از یک انسجام بخشید، بر از یک باف داد و اسلحه خارجی اینا را به یک گروه قوی تبدیل کرد. امروز او تقریبا وجود نداره. انگیزه ایجا چی است؟ انگیزه جنگ زندگی و مرگ است. اینا دین پاکستانی ها و انگلیس ها به کار تبدیل کرده در گلون مردم ما و همی مسئله پشتونولی را و همی مسئله اقوام و قبایل را اینا به یک مشکل کلان تبدیل کرده در بین افغانستان و می خواهند که افغانستان کاملا در تصرف خود داشته باشند. حزب جمعیت وقتی که کنگره خود دایر میکنه این را می فهمند و باید بفهمند که آیسای نمی خواهد که کار شود. آیسای چی میخواید؟ آیسای میخواید که اگر می حزب جمعیت باشه خوبه، مگر نوکر ما باشه، برای ما کار کنه. آیا ممکن است
به سالهای نزدیک ممکن نیست. یعنی میتونن که یک سهش استفاده کنن اما حزب جمعیت نمیتونن. بنابراین دومین چیزی را که عیسی میخواه در مورد حزب جمعیت است که اگر نوکر از او بوده نمیتونه پس از بین بره، هیچ نباشه. و یام میفهم عیسی که ناممکن است که را ما از بین ببره. سومین چیزی که عیسی میخواه و تقریبا موفقانه در 15 سال انجام داده است که امی حزب یک حزب پراگنده باشه، اصلا اعضایش در فکر هسته مرکزی خود نباشه، هر کس در یک جای بدوزی خود مصروف باشه. و دمی 15 سال یا موفق بوده و امیال هم امیره میخواهند که شوه. چطور میتونن که ایره به دست بیارن؟ اما تو که 15 سال پیش به دست آوردن. شما اگه ببینین بعد از خود طالبا اینمی یگانه قدرت بوده افغانستان، یه نشد که پاکستان یا را یک دفعی از بین ببره. آوردشان در قدرت چون دیگه کس نبود. امریکا آوردشانه. آقای مارشال فهیم بود، آقای عبدالله بود، آقای قانونی بود، ای بود تقریبا امی حکومت هم یا بودن. آهسته آهسته در این پیسه هایی که آمد که در اینجا پاش داده شد، نفرا در چور انداختن پیسه شدن. امی رهبرهای کلان دویدن جیبای خود پر کردن، هر کسی که زیادتر زور داشت زیادتر جیب خود پر کرد. اینال جیبا که پر شد، امو انگیزه که اینا استاد شن و بجنگن تقریبا از بین رفت. اینا به یک قشر دیگه تبدیل شدن. به طور مثال آقای قانونی در زمانی که با مسعود بود یک آدم جوانتر بود، بر آزادی مملکت سر خود در دست خود گرفته بود. بعد از اون سن سالش هم زیاد شد و زندگیش هم مرفع شد، عاید خوب هم داشت. اینال آقای قانونی نمیتونه که او آقای قانونی که در زمان روس بود باشه. عملا اگر ما میبودم نمیشد. یعنی این نیست که ما آقای قانونی را بگیم تو خائن بودی، نه، عملا نمیشه. وقتی که مسعود استاد شد در جنگ چند ساله بود، برش زندگیش مهم نبود. مسعود در مورا شهید شد به خاطر که امو انگیزه هر روز برش بود که وطنم باید آزاد شد. اما کسایی که زنده ماند، به طور مثال اسماعیل خان، اسماعیل خان دیگه یک آدم کهنسال است، یک آدم است که یک خاطره داره، یک سابقه داره که اون مدال از دستر شانش که او را باید احترام کنیم. اما امروز آیا اسماعیل خان میتونه یک مرد جنگی باشه؟ به هیچ وجه نه. اینال پاکستان چند چیز میخواید. اولی که اگه شب هم این از به نوکر خودشان تبدیل شه که نمیشه. دوم که اگر شب ای از بین برن نمیشه. سوم که اینا پراگنده شان. و پاکستان در سر زمین و شدت کار میکنه از درون خود حزب جمعیت. اینال اینا به چند طریقی را میتونن پراگنده بسازن. به طور مثال یک راشیز که همی حزب بیخی منحل کنن، جزو یک حزب دیگه بسازنش. دووج این رهبری گت میشه که یک رهبری دیگه. به طور مثال یکی از چیزایی که مشونیدم ایست که اکتیاد پیشنهاد میکنه که اگر همی حزب با همی حزب آقای سیاف یک جایشه تحت رهبری آقای سیاف. آقای سیاف برای من یک آدم محترم در می 15 سال گذشته شلای دسته. در می 15 سال آقای سیاف یک آدم با قاعده و با قانون بود، باعث قتل و کشتار نشد، با طالب آدسته یک جای نکد، در مقابل طالب استاد شد، ادخل به گپ، ادخل با تشریح و بیان امی مطالبه که در وطن ماست. ایره ما نمیتونیم که نادیده بگیریم و ایره باید احترام بکنیم و ما ایره شدیدن برای آقای سیاف احترام میکنم و بارا کردیم. یک داد قار شده گفتیم خیره مهم نیست. اما آیا حزب جمعیت میتونه تحت رهبری سیاف بره؟ به هیچ وجه. به هیچ وجه. خطرناکترین کار را که حزب جمعیت میکنه همیست که از این رهبرهای خوبه که خودش داره جدا شده تحت رهبری آقای سیاف بره. آقای سیاف چرا؟ به خاطر از اینکه آقای سیاف یک مرد کهنسال است. آقای سیاف او انرژی و او توانمندی را که 20 سال 30 سال 40 سال پیش داشت حالا نداره. آقای سیاف دیگه ای که ما نمیفهمیم که چند سال دیگه آقای سیاف میتونه زنده باشه، چند سال دیگه سر پای خود میتونه استاد باشه، چند سال دیگه فکرش باهاش همکاری کرده میتونه که امی ادخل به یادش بیاد که کی بوده. اینال از این خاطر ای بزرگترین خب می باشه که ای حزب خود با یک حزب دیگه یک جای کنه. اما آیا اینا می تانن نزدیکترین همکارای آقای سیاف باشه؟ آقای سیاف به اینا کاملا، آقای سیاف یک آدم خوب بوده
وامی از نزدیک بوده و اگر که نزدیک باشد آیندام ای یک چیز پر از منفعت است برای آقای سیاف و برای ازب جمعیت. دیگه ای که ازب جمعیت یک یاد رهبرایش حال دیگه بسیار کهن سال شده. به طور مثال آیا میتونه آقای اسماعیل خان یک رهبر خوب باشد در جمعیت؟ نمیتونه. آقای اسماعیل خان یک سیاستمدار خوب نبوده، تا در امو زمان ها یک جنگجوی بسیار خوب بود، جنگ در مقابل شوروی رهبری کرد، مردم ما را یک جای نگاه کرد و ایر ما کلگی ما سپاسگزار هستیم. ما نمیتونیم مثل یک اتحادی که نه مجاهدین دز بود نه ایت بود امون پاکستانیا و نوکرای پاکستانه ای چیز نمیگن، کل شده جان از یاد چسبیده. اونا نوکرای آیسای پاکستانیا میخواه که ما تاجکار در مقابل رهبرای جمعیت استاد کنه که یا دزا بود، نه دزا نبودن، اینا بر آزادی وطن ما جنگ کردن، ما با اینا یک جای هستیم. منتها یک سلسله حقایق است که را باید تشریح کنیم تا که ما بتانیم یک رهبری سالم دیجا داشته باشیم. به طور مثال آقای چی نمیتونه که یک رهبر خوب باشه؟ در مورد مسائل سیاسی نمیفهمه، در مورد جهان نمیفهمه، جهان بینی بسیار گسترده نداره. بنان ما در این زمان که احترام میکنیم آقای اسماعیل خانه، اما در سطح رهبری دیگه گنجایش نداره. آیا چی کسای پس میتونه رهبری حزب جمعیت بگیره؟ ما در حزب جمعیت اینقدر معلومات ندارم که هر کس بفهم، اما حزب جمعیت یک تعداد تحلیلگرای بسیار خوب داره که ما در تلویزیون میبینم. و طور مثال آقای عفیز منصور، جاوید کوهستانی، استاد فرید، آقای پیمان، جنرال بریالای، یک تعداد نفرای نخبه داره که حزب جمعیت شدیداً به یا باید مراجعه کنه به یا توجه کنه و به صدهای دیگه که من نمیشناسم. حزب جمعیت باید اجازه به تمیر برای جمعیت که در پالوی از یا کسای جوانتر ایجاد خط اول بیاین و حتی بسیار جوانتر. یک مشکلی که حزب جمعیت داره و اکثر عذاب داره که همون کلان ها که گنده گنده در پیشروی بودن، یا مثل درخت های کلان درخت های خورده ایش نمیمانن که هفته و ایشان برسه، و ای جنگل با درخت های کونن نمیتونه که یک جنگل سالم باشه. بنابراین رهبرای جمعیت باید جای خالی کنن برای قشر جوان و برای قشر جوانتر ما. اینال از کسایی که از سابق مانده آیا در ایجا کسایی میتونه که رهبری کنه؟ ایتو نیست که هیچ کس نباشه و تمام از یا باید پس شد، نه به هیچ وجه. ایجا یک تجربه 40 ساله موجود است در این رهبرای کلان جمعیت که او را اگر ما نادیده بگیریم به هیچ وجه ما مردم موفق نمی باشیم. بنابراین ما باید برای کلانای حزب جمعیت توجه کنیم. به طور مثال در حزب جمعیت امیال یک آدم بسیار مهم وجود داره، آقای عطا محمد نور. به خاطر چی آقای عطا محمد نور؟ به چند دلیل. تجربه جنگی داره، در جنگلای پاکستان شامل بوده، در جنگلای روس و امروز هم علیه طالب و پاکستانی می جنگه. در عین زمان در ولایت بلخ ای یک معمار بوده. اگر شما ولایت بلخ مقایسه کنین مزار با هر ولایت دیگه، مزار بهتر از هر ولایت دیگه است. بناهن ای تجربه ساختن داره، تجربه اعمار داره. بناهن امی حزب جمعیت امیال اگر واقعا به یکی از رهبرای خود باور بکنه، امی آقای عطا محمد نور است. عطا محمد نور انوزه هم به بستر حریر عادت نکرده، از صفحه اول بیرون نشده، اتو نشده که تنها به یک تصویر در تلویزیون تبدیل شد. یک یاد از رهبرای جمعیت تنها به یک تصویر تبدیل شدن، در یک مصاحبه میان یک دو دقیقه یک جای یک چند تم تراق میکنن میرن دیگه هیچ پس میشن. ولی آقای عطا محمد نور در اونجا است، نمونتن مزار جور کرده، در کار نظامی خود تا امروز صداره و یک آدم از نقطه نظر سیاسی فوق العاده هوشیار است. این را بسیاری مردم در افغانستان نمیفهمه، پاکستان میفهمه. امروز اگر شما دستگاه تبلیغاتی پاکستان را ببینین، از طریق همی هموطنهای ما که طالب است و همی شبکه هایی که به نفع طالب کار میکنه، از طریق از اینا و حتی یک یاد پشتونای پرچمی و غیره و غیره، اینا همی کانسنتریشن و تمرکز فکریشان برای از بین بردن عطا محمد نوره. اون مطور که پاکستان احمد شاه مسعود بعد میدید و براندین و مزاری را، امروز اونمو تمرکز فکری در سر آقای عطا محمد نور است.
و وقتی که شما میبینین که یکقدر تبلیغات بر علیه یک نفر ایره بفامین که او نفر شبکه های جاسوسی خارجی و دشمن های وطن ما با عیس دشمن خود، دشمن سرسخت‌ترین و مهمترین خود دیدن، بنان اینا را میخواین که در چشم مردم ما به آبرو بسازن و از به جمعیت دری کنگره خود. اگر اینا واقعا به یک رهبری خوب امیال میخواین که رای بتن، ما فکر میکنم عطا محمد نور در 15 سال گذشته جمعیت یا به خصوص دوستای ما که در پنجشیر هستن، اینا یک نقش منفی را در افغانستان بازی کردن. اینا هوشیاری سیاسی نداشتن، اینا مردم های بسیار صادق بودن، پاک بودن، برای وطن جنگیده بودن و بخصوص که اینا در کنار احمد شاه مسعود قهرمان بودن. احمد شاه مسعود از نقطه نظر سیاسی بسیار هوشیار بود. مردم فکر میکنن که یک قماندان کلان بود، نه، این بزرگترین رهبر سیاسی بود. اصلا قدرت جنگندگی احمد شاه مسعود با مراتب کمتر بود از هوشیاری سیاسیش. و ما فکر میکنم که اگر امروز ما احمد شاه مسعود میداشتیم، ما یک رهبر بسیار مهم میداشتیم. اما متاسفانه در دور پیش احمد شاه مسعود رفیقایش نفرای جنگی بودن، نفرای سیاسی بسیار کم بود. این آقای عبدالله که امروز در مملکت ما نفر دوم است و او روز میگفت که امی رئیس جمهور صاحب، امی شما مرا در 2 ماه 1 ساعت وقت نمیتین. خودش نفر دوم مملکت آمده مثل یک اشتکبار گیریان داره. یعنی این دیوانگی سیاسی را نشان میده. هوشیاری سیاسی هیچ وجود نداره، اما دیوانگی مطلق سیاسی است که نفر دوم مملکت میاد گیریان میکنه که نفر اول مملکت با ما هیچ وقت نمیده، 1 ساعت هم وقت نمیده. یعنی خودش خود قفاق کاری میکنه، خودش نشان میده که ما چقدر بیکار هستم در این مملکت. این حال همه ترکایی اگر شما ببینین مارشال فهیم، اگر همه تو ببینین یک تعداد دیگر، این آدم 15 سال همی آقای کرزی کل ازیره بازی داد. در وقت اول اینا نفرهای مهم بود، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال تمام چوکی ها را از پیششان گرفت، اینا را و مدر و پیه که در جیبشان مانده بودن بازی دادن. امروز اگر طالبان در کابل بیاید، آقای مارشال فهیم خب فکر میشه که در او تپه دفنه ولاز او تپه پس تایش میکنن، مرده شتا میکنن و همو زمین و دارایی که در افغانستان داره ولاغ اگه یکی شبانن کلش چور مندازن. این نفرت و این عقده که برالای مردم مایا دارن ولاغ اگه هیچ چیز به هیچ کس بمانن. بناهن تمام همی کسایی که از پنجشیره، اینا باید از کل کده به اساسیت از این قضیه زیادتر ببینن و وقت از این است که اینا به شکل اکتف متحرک در دور یک علقه رهبری هوشیار استاد شوند. اگر هموطنهای پنجشیری ما هایت فکر کنه که ما دیگه به جمعیت ضرورت نداریم، ما که هستیم خود ما، بیادر گل خود ما هستیم، جنرال هم داریم، عسکر هم داریم، این در یک شب میتونه تغییر کنه. در یک حمله وحشیانه طالبا کابل سقوط میکنه و پنجشیری امروز گردن اولی که باید بریدش از نقطه نظر پاکستان گردن پنجشیری است. پنجشیری باید از کل کده در این مسئله زیادتر عاقبت نگر باشه. بنان برای پنجشیری بسیار لازم است که در این درون حزب جمعیت درآید و در ساختن دوباره حزب جمعیت عصه بگیره، جزوش باشه، نه ای که تنها رهبر باشه. به خاطر از اینکه در 15 سال گذشته می تاجک ها زیادتر ما ماندیم که هموطنهای پنجشیری ما رهبرای ما باشه. متاسفانه هموطنهای پنجشیری ما نه تنها که رهبر مردم ما نشدن، بلکه رهبر خودم نشدن. ام امروز پنجشیر در خطر سقوط است. بسیاری پنجشیری ها شاید ایره باور نکنن، اما سعی کنین در پشت سرتان بدخشان از طالب پر شده، در پیشرویتان یا در پالویتان قندوز از طالب پر شده، از طرف کابل هم اگر سقوط کنه گرفتن پنجشیر سخت نمی باشه. به خاطر این دفعه جبه پشت سرتان گرفته شده، جبه پالویتان اردو، قندوز و بدخشان برای ازی که پنجشیر سقوط نکنه بسیار مهم است. اما ایر آیا رهبرای شورای نظار و به طور مثال آقای قانونی در سر ازی فکر میکنه؟ نمیکنه، کم فکر میکنه. ما عملا فکر نمیکنم که فکر کنه، چرا ما در جای نمیبینم. یا نه چیزی کردن در شورای حراست یا یک چیزی بود، آمدن یک هفته ما پیش یک
صدای انداختن دیگه رفتن. عملا هم یا نمیتونن کسایی که زندگی مرفه پیدا کرده، کسایی که میلیون ها دلار پیدا کردن، ولا ما از یا توقع جنگ کردن نمیتونیم. بنان کسایی که جوانه یا باید در خط پیشروی جای داده شه. اگر از به جمعیت میخواید که زنده بمانه، جوانای جمعیت ها باید پیش بکشه، تنها از جمعیتی را نه. از به جمعیت یک مسئولیت کلان داره که در زنده ماندن تاجک ها در مملکت یا باید یک نقش بسیار مهم بازی کنن، حتی در دفاع از هزاره، در دفاع از ازبک و حقوق اقلیت ها. اما اینا کمتر به این مسائل توجه کردن. در همین مسئله جنبش روشنایی، تعداد زیاد از رهبرای شورای نظار بر علیه جنبش روشنایی استاد شدن. این بزرگترین خب بود که اینا کردن. از نقطه نظر سیاسی تا سرحد خودکشی است. یعنی از نقطه نظر سیاسی اینا فردا را هیچ دیده نتانستن در این مسئله، تنها امور روزه تانستن ببینن. بنان حزب جمعیت به خصوص شورای نظار باید اینا فعال شون، استاد شن. و اینا نه تنها خود باید یک جای کنن، بلکه تمام سازمان ها را در مملکت که بر علیه پاکستان، اینا باید کمک کنن، اینا با خود یک جای بسازن. از خلقی گرفته تا پرچمی تا هر کس، کمونیست، غیر کمونیست، مسلمان، هزاره، ازبک، پشتون، هر کسی که هست که در اینجا بر علیه پاکستان می جنگه، اینا را باید یا یک شرش به هم بکنن. در غیر از او حزب جمعیت باور کنین که از این کنگره ها اگر صدها کنگره هم دایر کنه، اینا از بین رفتنی هستن، یک چیز به گذشته مربوط هستن. و در او صورت تاجک های ما در یک خطر بسیار آنی قرار می گیرن. ما تاجک ها در گذشته با جمعیت بسیار نزدیک نبودیم. مثلا وقتی که مسعود در کابل آمد، ما زیادتر اتفاق نمی کردیم که اینم یا رهبرای تاجک هستن. ما اتفاق می کردیم که بیادر بنی آدم اعضای یک دیگرن. گلبودین یک رهبر است، یک رهبر، اینا اختلافات خودشان هستن. نه اترکایی نبود. پاکستان مسعود کشت، پاکستان جنگای کابل از سر مسعود انداخت، پاکستان تا امروز مسعود ترورایز کرده میره، در ذهن مردم داده میره که امون نفرایی که در کابل کشته شد 60,000-70,000 نفر مسعود جمعیتی ها و شورای نظار کشت. نه، اینا قهرمانی کردن، ندادن کابل از دست پاکستان. اگر مثل گلبدین پاکستانی ها را میگه بیایی بگیرین مملکت، بسیار خوب بچه ها میبودن. اما اگر او کار را میکردن، کابل را با پاکستانی ها میدادن و صبغت الله و گلبدین، اینال باز مردم چی میگفت؟ میگفت یا خائن بود. دیدی در دو روز جنگ نکردن به نام ازی که ما زده روز چی اینه با پاکستان مملکت دادی. وقتی که ساد شدن جنگ شد، او جنگ گلبدین راکت می آورد از پاکستان زده می رفت، او را کس هیچ گپ امروز نمی زنه. در مقابل او راکت می زدی، باید جنگ می کردی. اینا لوا چی میگه؟ نفرار شما کشتین، ما نکشتیم. در یک روز گلبدین 12 راکت در شهر کابل زده بود، ما تا امروز یادم. اینا پاکستان اونا را از خاطر مردم برده. زیادترش گپ در سر عزیز که مسعود والا در افشار جنگ کرد، مسعود خائنه، مسعود در کابل جنگ کرد، مردم کشته شد. و ای کاملا پلان شده از طرف آیسای انگلیس، در نشرات افغانستان داده میشه، در ذهنیت ها داده میشه تا که اینا به حیث خائنین معرفی شوند. ولی ما تاجک ها باید که این مسئله را درک کنیم، استاد شویم. ای برالای هموطن های پشتون ما نیست، استاد شدن تاجک برالای هموطن پشتون ما نیست. اما ما وظیفه داریم که از خود، فرهنگ خود، لسان خود، وطن خود، منطقه خود دفاع کنیم و ای 100% باید شود. همی برنامه امروز مسته. امیدوار استم که شما ای را یک بار نه بلکه 2-3 بار ببینین، 2-3 بار ای را بشنوین. و ای از نقطه نظر سیاسی یک برنامه بسیار مهم است و امیدوار استم که هموطنانیم در افغانستان ای را شریک کنن با یکی دیگه، مقطعه های مختلف شه و ای را باید کلگی ما بفهمیم. اگر این برنامه ما کوتاه است، ببخشین، در طول هفته هم مطالب دیگه را در فیسبوک مندازم. اگر در فیسبوک همراه ام نیستین، ضرور است که باشین. اگر فیسبوک نمیفهمین، دوستایتان را بگوین که فیسبوک چیست، دوستایتان را بگوین که برتان جور کنه. اگر شما در اینترنت میتونین برین فیسبوک، ضرور شفی ایار پیج، اینجا برین لایک کنین،
رفیقم شوین. ما شما از طریق فیسبوک میتونیم یک رهبری را به وجود بیاریم که وطن خود نجات بدهیم. تا برنامه آینده شما را به خداوند بزرگ میسپارم.